چند وقت دیگه انتخاباته. درباره کاندیداها چی فکر میکنید؟ برو بابا، این سیستم کلن به درد نخوره. اینا هم نماینده ما نیستن. یه مش پیر مرد اینا رو انتخاب کردن. حتما میخوای بگی سگ زردم برادر شغاله. معلومه که همه این نماینده های مجلس عین هم نیستن. و تنها فرصتی که ما بتونیم یه تغییراتی هرچند کوچیک تو مجلس به وجود بیاریم همین انتخابات مجلس دیگه. تغییر با انتخابات؟ نه دیگه، این واقعا ساده لوحانه است. خب ما همیشه توقع داریم تغییرات بزرگ باشن، اما تغییر میتونه کوچیک باشه. تغییرات کوچیک بهتر از هیچ تغییری، نه؟ ما به چیزی بیشتر از تغییرات کوچیک نیاز داریم. یه نگاه به دور و برت بنداز. هیچ جامعه‌ای بدون اشکال نیست، ولی باید از یه جای شروع کرد دیگه. مهمترین مسئله کسایین که بهشون رأی میدیم. دقیقاً، نکته کلیدی برای به وجود اومدن تغییر اینه که به کی رأی میدیم. مثلا کاری کنیم زنای بیشتری به مجلس راه پیدا کنن. به زن و مرد چه فرقی میکنن؟ از یه جا دستور میگیرن. قانونگذارای زن به مشکلات اجتماعی بیشتر توجه میکنن. اگه زنای بیشتری تو مراحل قانونگذاری سهیم باشن، ممکنه قانونایی به وجود بیاد که مسائل و مشکلات روزمره ما رو هم بتونه حل کنه. کار مجلس که فقط سیاست خارجی و بودجه سالانه نیست. مجلس رو مسائل مختلفی کار میکنه. قوانین خانواده، جاده‌های استاندارد، چه میدونم، آب آشامیدنی. اینا مسائل خیلی مهمیان، درست. اما کاندیداها فقط وعده میدن. حتی اگرم بخوان این سیستم فاسد نمیذاره کاری انجام بدن. ما که نمیگیم جامعهمون الان عالیه، ولی ماجرا فقط به روز انتخابات ختم نمیشه که. از وقتی پاشون برسه مجلس، در مقابل وعده هاشون مسئولن. ما هم ازشون میخوایم پاسخگو باشن. من نمیفهمم شماها بعد از 100 سال انتخابات چطور هنوز فکر میکنین همه چی یهو گل و بلبل میشه. مشکل از سیستم عزیز من. ما هم فکر نمیکنیم بعد انتخابات اتفاق عجیب غریبی بیفته، ولی به جای اینکه بگیم سیستم کلا داغونه، فکر نمیکنی اگه نمایندهای مختلف انتخاب بشن، سهم زنا از مجلس بیشتر باشه، میشه به ایجاد یه سری تغییرات امیدوار بود؟